نیمه شعبان، سال روز میلاد وارث زمین و صاحب زمان، حجت پیروزی و غلبه بر دجالان و مرتجعان، عید ستم دیدگان و بین الملل آزادی و یگانگی مبارک باد. روز جهانی کارگر، تظاهرات کارگران و زحمتکشان در شهرهای میهن به رغم ممنوعیت و سرکوب آخوندی. فعالیت‌های کانون‌های شورشی به مناسبت روز جهانی کارگر. تهران مقابل مجلس رژیم. تجمع اعتراضی کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار به سطوح آمده. درگیری با نیروهای سرکوبگر و بازداشت شماری از معترضان. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت. فراخوان به اعتراض به بستن تلگرام و محکوم کردن راهزنی اینترنتی و سرکوب ارتباطات. مسدود کردن تلگرام به دلیل وحشت از شعله‌ور شدن قیام و ناتوانی در مهار خیزش‌ها. فیلترینگ تلگرام و بحران رأس نظام. شروع روند مسدودسازی تلگرام به دستور قضائیه رژیم و اطلاعیه دولت در مخالفت با اقدام دستگاه قضایی. گزارش‌های زد و نقیض درباره استعفای وزیر ارتباطات رژیم. اطلاعیه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت به مناسبت روز جهانی کارگر. جنبش اعتراضی کارگران، برچیده شدن بساط ستم آخوندها و استقرار آزادی و عدالت را نوید می‌دهد. ادامه اعتصاب بازاریان بانه، سایر حرکت‌های اعتراضی اقشار به جان آمده در نقاط مختلف کشور. برگزاری روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. شرکت اشرف نشان‌ها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت بحرانی دولت و حملات مهره‌های هر دو جناح رژیم به آخوند روحانی به خاطر بی‌عملی و تناقض‌گویی. وحشت کارگزاران رژیم از تکرار قیام و فوران خشم مردم به جان آمده. رسانه‌های حکومتی، فرصت آزمون و خطا نداریم. متاسفانه عکس العمل ملت ایران از جنس غضب‌های حلیم است که باید از آن به خدا پناه برد. گزارش‌های خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتد پرس از کنفرانس افشاگرانه نخست وزیر اسرائیل درباره پنهانکاری اتمی حکومت آخوندی. بیانیه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا. رژیم ایران به 6 کشوری که با آنها بر سر توافق اتمی مذاکره کرده دروغ گفته است و این بدان معنی است که این توافق بر پایه دروغ‌های رژیم ایران بنا شده است. بیانیه کاخ سفید. رژیم ایران در مخفی نگه داشتن برنامه تسلیحات اتمی خود شکست خورده است. این رژیم هرگز نباید تسلیحات اتمی داشته باشد. تأکید پادشاه اردن و وزیر خارجه آمریکا بر لزوم مقابله با مداخلات منطقه‌ای رژیم آخوندی. ژنرال ماتیس، وزیر دفاع آمریکا. ایالات متحده و متحدانش قبل از اینکه دیپلمات‌ها صلح را در سوریه محقق کنند، خواهان خروج نیروهایشان نخواهند بود. صاحب زمین و زمان و
این پرچمدار و فاتح جامعه بی طبقه توحیدی، ای بشارت بخش رهایی و یگانگی، سربازان مجاهد خلق تو در ایران ربع قرن است که سر بر قدوم تو می‌سایند. و این سمبل، این شعار، پرتوی از پیام خود توست، پرتوی از پیام خود تو در ایران شاه زده و خمینی گزیده. اجازه می‌خواهیم تا به وکالت از طرف شهید بنیانگذارمون محمد حنیف که رهرو راه خودتو بود و تو او و سازمان او رو در کنف حمایت خودت گرفتی در طول این ربع قرن و در برابر انواع توطئه‌ها و نامردمی‌ها حفاظت کردی، این رو به خودت تقدیم کنی، این رو برای خودت بردار، برای این که از آن تو بود از آغاز و در تم کنف حمایت خودت بگیر. شهیدانش رو هم از این پیشتر فهرست ستاره ها و شهدایش رو هم از این پیشتر که همه زمین سازان موکل تو هستند به جدت حسین تقدیم کردیم. به خاک پای وارث زمین و صاحب زمان، پرچمدار رهایی و یگانگی، فاتح جامعه بی طبقه توحیدی، امام دوازدهم مهدی، از سوی شهید بنیانگذار مجاهدین محمد حنیف و یارانش و همه جاودان فروغ‌هایی که به درگاه حضرتش سرسایدند، نوروز 1368. المعبود و کلمت المحمود، سلام بر حجت خدای مورد عبادت، خدایی که او رو می‌پرستیم، و بر کلمه محمود هم شده و سزاوار ستایش. السلام علی القائم المنتظر، آن ایستاده و قیام کننده‌ای که بشریت و خلق جهان انتظار او رو می‌کشند. و العدل المشتهر، عدل نامدار و پرآوازه، از سیف شاهر شمشیر از نیام برکشیده، ربیع الانام و نظرت الایام، بهار پاینده و پایدار و صفا و شادی بخش روزگار، از صاحب سمسام نگاهبان و صاحب شمشیر قدرت و شکافندگی. ابتدا از حجت معبود و همان قائم منتظر آغاز میکنیم، از بین الملل آزادی و یگانگی، از امید و انتظار رنجبران و زحمتکشان، از فاتح تاریخ حقیقی انسان، از فلسفه امید و انتظار در نقطه مقابل یأس و انفعال.
همیشه گفتیم به همین مناسبت که ارتجاع حاکم است که تخم یأس و انفعال می کارد. برای تن دادن به وضع موجود انگار که هیچ چشم‌اندازی برای تغییر در کار نیست، اما روح و جوهری تغییر در کار هر انقلابی در امید و انتظاری موج میزنه که موتور محرک اوست و الا که حرکتی نیست پس تغییری نیست. یادتون هست که یک دهه پیش به همین مناسبت با هم صحبت میکردیم که اگر مریم به عنوان جوهر بهار جدی و حقیقی و ضروری است، بشارت و نشانه تغییر و تحول و نو شدن مجاهدین و ارتش آزادی و کل جنبش مقاومت خلق و در نتیجه سرنوشت تمامی خلق است. بله، حرکت تاریخ سمت و سوی واحد و یگانه ای دارد، خدشناپذیر. قطح و پیروزی نهایی از آن ستمکشان است، هرچند که دیوان و ددان و مرتجعان بتازند، اما قائم منتظر ایستاده و قیام کننده ای که انتظارش رو میکشند نماد همین فلسفه است. قرار برای نیست که تا به آخر جهل و ارتجاع استیلا و حاکمیت داشته باشه. کسی هست که می آید، امید و انتظار همه محرومان و ستمکشان و مظلومان و مجاهدان و سرکوب شدگان، آرمان زحمت کشان. چگونه و کی؟ این را که من نمی دانم، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. اما فلسفه‌اش رو ما می دونیم، به تبیین اون آگاه هستیم. خاتمه دجالیت و ریا، پایان دوگانگی و شکاف‌ها و حفره‌های اجتماعی تاریخی و طبقاتی، بازگشایی تاریخ حقیقی انسان. بله، وعده‌های خدایی بی معنا و میان‌تهی نیست. تکامل اجتماعی هم مثل مراحل پیشین تکامل سرآمد و سرفصل خودش رو داره. بر شب تیره و تار بهره کشی است که پایان یابد. بین الملل آزادگی و یگانگی خواهد آمد. به همین خاطره که بر سنگ مزار مجاهدین آرمان جامعه بی طبقه توحیدی آری از ستم و استثمار، آری از تبعیض و دوگانگی نقش بسته. آرمان خجسته رنجبران، زحمت کشان و کارگر و دهقان. در سرنوشت بشر این نیست که برای همیشه در سود و کالا فرو برود و در ارزش‌های کالایی برای فرزند انسان پیشا پیش سرنوشت دیگری مقدر است. همان دولت کریمه‌ای که میادگاه کیفی و نهایی همه انقلابیون و مصلحین است، به شرط اینکه برداشت‌ها و درک پسافتاده ارتجاعی و خمینی گرایانه را به کناری بگذاریم و از این آلودگی را تطهیر بشویم، به شرط اینکه از شرک و ارتجاع و جاهلیت فاصله بگیریم و زنگار زدائی بکنیم. هر آنگاه که رسوبات جهل و ارتجاع کنار زده بشوند، اون وقت میتوان دریافت که موضوع چیست. صورت مسئله پیروزی انسان بر تقدیر کور است، بر اجبارات بندساز طبیعی و غریزی و اجتماعی و سیاسی. پیام پیروزی نهایی فرزند انسان بر دیو تقدیر، تقدیر زشت، تقدیر فروکوبنده
و سرکوبگر است. موضوع مجاهدین و ایدئولوژی مجاهدین در پهنه اخص ایدئولوژیکی تفاوت بسیاری دارد. در مرزبندیهاش با اسلام ارتجاعی خودش رو بیان میکنه و با بورژوازی همدست همین رژیم. مجاهدین از همین جا برخواستند، از کلمه آخر، از کلمه خاتم، بر روی محور تعالی و ترقی. و الا بدون این تئوری و ایدئولوژی ترقی خواهانه و انقلابی هرگز نمیتوانستند نهضتی و جنبشی این چنین داشته باشند. پس آنچه بر سنگ مزار مجاهدین حک شده صرفا یک شعار نیست، چکیده و خلاصه یک آرمان است، همان چیزی که آخوندهای خمینی‌گرا عم دارند اون رو از مردم برو بایند و بر روی اون سرپوش بگذارند تا توجیه بکنند دست بریدن رو، سنگسار رو، وحشیگری رو، چپاول رو و غارت رو تحت نام اسلام، در حالی که علد الخصام دشمنترین دشمنان اسلام همین ها هستند. و درست به همین دلیل از بچگی هم به گوش من میخواندند و در همه اخبار و روایات هم هست که فاتح زمین و صاحب زمان السلام علی السیف شاهر. روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت اول ماه مه، هزاران تن از کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار محروم به مناسبت روز جهانی کارگر به رغم ممنوعیت رژیم برای هر گونه تجمع دست به تظاهرات و حرکات اعتراضی زدند. آنها شعار می‌دادند: کارگر بازداشتی آزاد باید گردد. نان، مسکن، آزادی حق مسلم ماست. حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی. تأمین اجتماعی حق مسلم ماست. کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد. آزاد باید گردد. کارگر بازداشتی آزاد باید گردد. کارگر بازداشتی آزاد باید گردد. کارگر بازداشتی آزاد باید گردد. بینش و طبعه مردم در ماه گذشته بر علیه ظلم و ستم آخوندها همچنان ادامه دارد. امروز 11 اردیبهشت بزرگداشت روز جهانی کارگر، تجمع معلمین و بازنشستگان مقابل مجلس تهران، خبرنگار سیمای آزادی. سلام. یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر مبارک. من الان در جلوی مجلس هستم. همجوری که ملاحظه میکنید تعدادی از زنان و مردان کارگر شریف میهنمون به جلوی مجلس اومدن تا صدای دادخواهی خودشون رو به گوش جهانیان برسونن. اونها خواستار راهپیمایی بودن در این روز که دولت با اون مخالفت کرده. به همین دلیل باز از خانه نشستن و برای تجمع به جلوی مجلس اومدن که باز هم نیروهای ضد مردمی انتظامی از تجمع اونها جلوگیری کردن و دارن اونها رو متفرق میکنن. مرگ بر این رژیم ضد مردمی و ضد کارگر. درود بر کارگران شریف میهنمون. مرگ بر خامنه‌ای.
مرگ بر روحانی، درود بر رجب، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران که مدافع تمامی کارگران مظلوم کشور است. خبرنگار سیمای آزادی. اول ماه مه روز جهانی کارگر کارگران پلاکارتایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده سفره کارگران خالی است هنوز، قرارداد موقت، بردگی کارگر. تجمع کارگران در مقابل مجلس رژیم مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. در این درگیری‌ها کارگران همراه با مردمی که به حمایت از آنها آمده بودند با بسیجی‌های مزدور درگیر شده و آنها را گوشمالی دادند. یه چندتایی بودن ما اینشون کردیم نذاشتیم بگیرنشون. الان تو خانمه میگفت دو تا خانمه که گرفتن. نه دو تا خانمه اونجا آوردیم چون آوردیم بیرون. آره یکی چه خان دوستری قرمز سرش بود. آره سر رنگ سر. اونا هنوز اون جلو پایستده. در همین حال جمعیت انبوهی از کارگران با راهپیمایی به سمت خانه کارگر رژیم در تهران در مقابل این نهاد رژیم دست به اعتراض زدند و شعار مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر سر دادند. جمعی از کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صبح روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر اقدام به تجمع در ترمینال آزادی در تهران کردند. کارگران پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود روز جهانی کارگر، روز اتحاد، همبستگی و دادخواهی کارگران گرامی باد. در جریان تجمع کارگران در مقابل مجلس ارتجاع به مناسبت روز جهانی کارگر، قطعنامه پایانی این تظاهرات توسط یکی از زنان کارگر قرائت شد. امسال ما کارگران در شرایطی اول ماه مه را گرامی می‌داریم که علاوه بر تداوم و تشدید فقر و فلاکت و گرانی، شیرازه‌های اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیر قابل کنترلی در حال از هم گسیختگی و جناح‌های مختلف قدرت به رغم اعترافات آشکار و نهان به این حقیقت غیر قابل انکار هیچ برنامه جز تخمیر فقر و فلاکت بیشتر به میلیون ها کارگر و مردم زحمت کش ایران و سرکوب اعتراضات آنان ندارند. کسانی که 40 سال پیش با جست مستضعف پناهی بر سرنوشت جامعه حاکم شدند به هیچ شرمی در ملأ عام بر گرده کارگر شلاق زدند. با ممنوعیت اعتصاب و تشکل‌های مستقل کارگری و سرکوب هر گونه فریاد حق‌های کارگران شرایطی را پدید آوردند که امروز در ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان پدیده کودکان کار، تنفروشی، زباله‌گردی برای سیر کردن شکم، اعتیاد، بیکاری، 30 سال درماندگی از گذران زندگی، خودکشی و 1001 مصیبت اجتماعی دیگر بیداد می‌کند.
اما به رغم وجود چنین مسائل دهشتناکی و خیزش سراسری مردم علیه فقر و گرانی در دی ماه سال گذشته و تداوم آن به اشکال مختلف در سطح کشور، سیاست سریز کردن کل بار بحران و بن‌بست اقتصادی موجود بر دوش طبقه کارگر و خالی تر کردن سفره میلیون ها خانواده کارگری بی هیچ ابایی از سوی حکومت گران ادامه دارد. چرخه تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی و صنعتی با واگذاری آنها به نهادها و اشخاص مرتبط با حوزه قدرت هر روز شتاب. صبح روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت صدها تن از کارگران محروم و زحمتکش در یزد اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند. کارگران در میدان نماز بلوار مدرس این شهر به هنگام راهپیمایی شعار می‌دادند: کارگر بیدار است، از استثمار بیزار است. تظاهرات کارگران همین الان میدان نماز بلوار مدرس. خبرنگار سیمای آزادی. کارگران محرومان، مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان، زاهدان اردیبهشت 97. اینجا مشهد هست. من یک پیام دارم به همه کارگران و اون این هست که حقوق کارگران و زحمتکشان ایران بدون تغییر رژیم ولایت فقیه امکان‌پذیر. و از همینجا درود می‌فرستم به همه مجاهدین که همیشه یاور محرومان و کارگران بودن. مشهد بهار 97. کارگران محرومان، مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان. قانون شورشی 313
تهران آموزش 97. رجبی سلام بر ارتش آزادی بخش ملی ایران. قانون شورشی 911 تهران، افسری اردیبهشت 97. بر رجبی سلام بر ارتش آزادی بخش ملی ایران. قانون شورشی 987 تهران،
اردیبهشت 96 خیابان علیزر. کارگر مبارک باد. مرگ بر خامنه ای، روحانی، درود بر رجبی. مرگ بر روحانی، درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر. تجمع کارگران و مردم سقز در روز جهانی کارگر که در میدان چمیولی خان برگزار شد نیز مورد حمله عوامل نیروهای سرکوبگر و مزدوران محلی رژیم آخوندی قرار گرفت. این حمله به درگیری کشیده شد. تعدادی از تجمع کنندگان دستگیر شدند. در مریوان تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان شبرنگ این شهر برگزار شد. کارگران بازنشسته فولاد اصفهان به مناسبت روز جهانی کارگر در اعتراض به وضعیت حقوق و وضعیت معیشت خود مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در این شهر تجمع کردند. امروز 11/2/97 تیه اعلانی که کردن برای اجتماع کارگران معترض، من اومدم که گزارش بگیرم برای سیمای آزادی. حوض زیادی از مأمورین در گوشه و کنار خیابون ها و حتی پارک روبرو اجتماع کردن. وضعیت امنیتی اینجا برقراره فعلا تا گزارش بعدی. کارگران و زحمتکشان در سنندج در محیط‌های کاری خود روز کارگر را گرامی داشتند. کارگران با به دست گرفتن شاخ گلی به استقبال روز کارگر رفتند. همزمان با روز کارگر، کارگران پالایشگاه نفت ستاره خلیج در بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند. جمع کثیری از کارمندان مؤسسه توسعه البرز در اعتراض به عدم دریافت 8 ماه حقوق خود در مقابل ساختمان تعاون روستایی تجمع کردند. تجمع کنندگان با ماموران رژیم درگیر شدند. Thank you.
کارگران و فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل این شرکت مراسمی برگزار کردند. روز دوشنبه دهم اردیبهشت در آستانه روز کارگر، کارگران بندر ماخشر در مقابل شهرداری با پهن کردن یک سفره خالی نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق خود اعتراض کردند. مردم بانه روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 17 روز اعتصاب خود را در اعتراض به بسته بودن معابر مرزی آغاز کردند. روز دوشنبه نیز مردم بانه میدان مروتی تا میدان ساعت را بستند و با تجمع در مقابل مسجد جامع این شهر خواستار استعفای فرماندار رژیم شدند. صبح روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت جمعی از غارت شدگان مؤسسه کاسپیان در رشت دست به تجمع اعتراضی زدند. زنان معترض با کوبیدن بر در این مؤسسه غارتگر متعلق به سپاه و نوشتن شعار و پرتاب تخم مرغ‌های گندیده علیه سران دزد و غارتگر رژیم شعار دادند. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند. روی بنری که در دست تجمع کنندگان بود نوشته شده بود: در مملکتی که در آن فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید. روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه فیلمی روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است که نشان می‌دهد ماموران جنایتکار شهرداری رژیم همراه با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی رژیم آخوندی خانه یک خانواده محروم در آستارا را تخریب می‌کنند. ماموران جنایتکار رژیم این اقدام ضد انسانی را در حالی انجام می‌دهند که زنان و کودکان با شیون و گریه از آنها می‌خواهند که این اقدام جنایتکارانه را متوقف کنند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 11 اردیبهشت 1397 فراخوان به اعتراض به بستن تلگرام، محکوم کردن راهزنی اینترنتی و سرکوب ارتباطات. مسدود کردن تلگرام به دلیل وحشت از شعله‌ور شدن قیام و ناتوانی در مهار خیزش‌های مردمی. روز دوشنبه دهم اردیبهشت قضایای رژیم آخوندی اعلام کرد کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلف هستند از تاریخ دهم اردیبهشت 97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری ام از فیلتر شکن و نظایر آن در کشور قابل دسترسی نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. توسل حکام جنایتکار ایران به سرکوب گسترده اینترنتی قبل از هر چیز ناشی از وحشت رژیم از شعله‌ور شدن قیام‌های مردمی
و ناتوانی آن از مقابله با خیزش‌هایی است که به رغم تدابیر گسترده سرکوبگرانه ادامه و گسترش یافته است. اطلاعیه قضایی رژیم علت بستن تلگرام را استفاده جوانان در اختشاشات دیماه 1396 از این شبکه و سازماندهی و هدایت بسیاری از اقدامات ضد امنیتی و تبلیغ علیه نظام از طریق این پیام رسان ذکر کرده است. از اطلاعیه قضایی آخوندی به وضوح روشن است که باندهای مختلف رژیم از جمله روحانی و کابینه وی در این تصمیم سرکوبگرانه شرکت داشتند. اطلاعیه می نویسد موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های زیربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشتند. مقاومت ایران این اقدام سرکوبگرانه را قویاً محکوم می‌کند و عموم مردم به ویژه جوانان در سراسر کشور را به اعتراض به سرکوب اینترنتی و بستن تلگرام فرا می‌خواند و از شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و ارگانهای زیربط بین‌المللی مانند اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ITU و همچنین از مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان می‌خواهد این راهزنی اینترنتی و سرکوب ارتباطات را که نقض بسیاری از معاهدات بین المللی است قویاً محکوم نموده و اقدامات لازم را برای مقابله با این قانون شکنی بین المللی و همچنین برای دسترسی آزادانه مردم ایران به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات امن به عمل بیاورند. صادق لاریجانی سردشخیم قضایی آخوندها چند روز پیش گفته بود شبکه‌های اجتماعی برای تخریب ارکان نظام به خدمت نظام سلطه و مجاهدین درآمده است. خبرگزاری سپاه پاسداران در 17 فروردین 97 تلگرام را وسیله‌ای برای تهدید امنیت ملی کشور، شورش و اختشاش و ناامیدسازی و القای یأس و بدبینی در جامعه توصیف کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم نیز گفت تلگرام به دلیل نقش مخربی که در بحران‌های سال گذشته در کشور داشت با امنیت نظام گره خورده است و تهدید امنیتی و اختصاصی برای جمهوری اسلامی است و تصمیم به بستن آن در بالاترین سطح اتخاذ شده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 11 اردیبهشت 1397 اول می 2018 سلام به همه شما بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در خدمتتون هستیم با ادامه خبرها و گزارش‌های این ساعت. تظاهرات اول ماه مه روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. در این تظاهرات و راهپیمایی‌ها کارگران و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های سیاسی شرکت داشتند. در تظاهرات جهانی روز کارگر در برخی از کشورها اشرف نشان‌ها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران شرکت کردند. Norge, Norge, Bayburt, Faşist Rejimi Eriyan!
مرد 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 ستمگر، درود بر کارگر مرد مرد ستمگر. خام قرصه صبح تر سره کنترل شمال مرد مرد خامنه ای، درود بر کارگر مرد مرد خامنه ای، درود بر کارگر. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر ضمن برشمردن سیاست‌های ضد کارگری دیکتاتوری آخوندی و استمرار اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران و به ویژه نقش آنها در قیام دیماه تأکید کرد. جنبش اعتراضی کارگران برچیده شدن بساط ستم آخوندها و استقرار آزادی و عدالت را نوید می‌دهد. بخشهایی از اطلاعیه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت به مناسبت روز جهانی کارگر از نظرتان می‌گذرد. در اطلاعیه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ضمن تبریک فرارسیدن اول ماه مه به عموم کارگران و زحمتکشان میهن که رو در روی دیکتاتوری ضد کارگری حاکم بر ایران ایستاده‌اند آمده است، امسال در حالی عید کارگران و زحمتکشان را جشن می‌گیریم که از یک سو سیاست‌های ضد کارگری و چپاولگرانه آخوندها به نحو بی سابقه‌ای تشدید شده و سوی دیگر اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و خیزش‌های کارگران، کشاورزان، کولبران و عموم زحمتکشان و غارت شدگان ابعاد جدیدی به خود گرفته و ارکان و حکومت آخوندی را به لرزه انداخته است. خیزشی که برچیدن بساط ستم آخوندها و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی را نوید می‌دهد. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت در این اطلاعیه می‌افزاید غارتگری نظام ضد انسانی ولایت فقیه و فساد نجومی و تبهکاری سران آن 4 دهه است که ادامه دارد، اما در 5 سال اخیر از روز روی کار آمدن آخوند روحانی کارگران و زحمتکشان ایران 3 برابر فقیرتر شده و به رغم آمارهای دروغین بیکاری افزایش یافته است. یک قلم قیمت رسمی دلار در بانک مرکزی در خرداد 1392 برابر با 1226 تومان بود و در 20 فروردین 97 4200 تومان، یعنی حدود 3.5 برابر کمتر شده است. در این دوران تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بدون وقفه ادامه داشته است. در 5 اسفند 94 سایت موسوم به خانه ملت نوشت 1500 واحد صنعتی تولیدی در 2 سال گذشته تعطیل شده است. در مرداد ماه 96، علی یزدانی رئیس سازمان صنایع کوچک و مدیر عامل شهرک‌های صنعتی کشور از تعطیلی بیش از 5000 واحد تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد. دامنه انهدام تولید به آنجا کشید
که کارخانه های فعال و با سابقه ای مانند داروگر با سابقه 90 سال، ارج، آزمایش، قند ورامین و چندین کارخانه نساجی و کاشی سازی تعطیل شدند و هزاران کارگر به شمار بیکاران افزوده شد. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران در این اطلاعیه ضمن بررسی روند قاچاق کلان در کشور که سرنخ آن در دست سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای و حجم آن به حدود 15 میلیارد دلار میرسد میافزاید، در نظام ضد کارگری ولایت فقیه استثمار وحشیانه کارگران هر روز ابعاد جدیدی به خود گرفته است. اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی رژیم گفت هزینه‌ای که برای نیروی انسانی در عرصه تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد را تحت عنوان سهم جبران خدمت می‌آورند. این عدد 70% در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای توسعه یافته صنعتی نوعاً از 50% به بالا هستند. کشورهای همشأن ما حول و حوش 25 تا 35% هستند و ایران در قعر جدول همه کشورهای دنیا با 5% قرار دارد. به عبارت ساده تر، ارزش کار کارگر در ایران 5 تا 7 برابر کمتر از کشورهای منطقه و 10 تا 14 برابر کمتر از کشورهای صنعتی است. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت در ادامه ضمن اشاره به ارائه پیشنویس قانون جدید کار توسط آخوند روحانی به مجلس ارتجاع در سال 95 که تماماً علیه کارگران تنظیم شده و اعتراضات کارگران محروم که منجر به پس گرفتن این لایحه توسط آخوند روحانی شد می‌افزاید، وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و خیلی عظیم کارگرانی که هر روز بیکار می‌شوند و بی‌پاسخ ماندن اعتراض‌های آنان به حدی است که در یک سال گذشته شمار زیادی از کارگران زحمتکش با خودکشی به زندگی سراسر رنج خود پایان دادند. در چنین شرایطی خشم و نفرت کارگران علیه این رژیم ضد انسانی و ضد کارگری هر روز بیشتر می شود. جدا از قیام‌های سراسری دیماه 96 که کارگران و زحمتکشان در آن نقش به سزایی داشتند، در سال 1396 شاهد بیش از 2000 تظاهرات، تجمعات و اعتصابات کارگری بودیم. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های مستمر و خستگی ناپذیر کارگران به جان آمده گروه ملی فولاد ایران در اهواز، نیشکر هفت‌تپه، کارخانه‌های آذراب و هپکو در عراق، کارگران راه‌آهن سراسری در شهرهای مختلف، کارگران شهرداری‌ها، کارگران معادن باف، معدن آغدره گلستان یا معدنچیان محروم مجتمع مس چهار گنبد سیرجان از آن جمله است. از اولین روزهای سال 1397 نیز اعتراضات کارگری شروع شده و تنها در فروردین ماه اعتراضات کارگری ثبت شده در 58 شهر به بیش از 180 مورد میرسد و این روند رو به افزایش است. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ضمن تاکید بر بی‌ثمر بودن یورش‌های وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم به کارگران و بازداشت شماری از فعالان کارگری و عزم جزم کارگران برای استمرار اعتراضات در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف خطاب به کارگران و زحمتکشان می‌افزاید: کارگران و زحمتکشان شریف ایران، در 14 دهه گذشته کارگران، زحمتکشان، کولبران، غارت شدگان و عموم مردم محروم با تمام وجود احساس کردند که هیچ راهی برای احقاق حقوق حقشان جز سرنگونی رژیم فاسد و تبهکار وجود ندارد. واقعیت بسیار سخت و وحشت آفرین برای آخوندهای حاکم، بیداری و هوشیاری و اتحاد مردم ستم دیده به ویژه کارگرانی است که عزم جزم کردند حقوق غصب شده و پایمال شده خود را از این رژیم پس بگیرند. اولین حق غصب شده، حق حاکمیت است که سرمنشأ همه جنایت‌ها و خیانت‌ها و چپاولگری‌های این رژیم در 39 سال گذشته است. خواستان نظیر تشکل‌یابی مستقل و آزاد، لغو قراردادهای موقت، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، افزایش حداقل دستمزد، برابری مزد زن و مرد، آزادی اعتراض و اعتصاب و ممنوعیت کار کودکان، همه در مسیر چنین مبارزه‌ای قابل حصول است.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت بار دیگر به کارگران قهرمان کشورمان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب که خشم و نفرت خود را از این رژیم ضد کارگری به رساترین صدا بیان می کنند درود می فرستد. بی تردید آنان در ساختن بزرگترین عید ملت ایران که همانا سرنگونی این رژیم قرون وسطایی است بیشترین نقش را خواهند داشت. ادامه خبرها. در حالی که با دستور دستگاه قضایی رژیم و شروع مسدودسازی تلگرام این پیامرسان در ایرانسل، رایتل و همراه اول فیلتر شده است، بحران رأس نظام بر سر این موضوع تشدید شد و دولت روحانی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تشخیص تهدید امنیت صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت است و تعیین تکلیف امور عمومی نمیتواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. از سوی دیگر به دنبال ابلاغیه دستگاه قضایی رژیم در مورد فیلترینگ تلگرام، شایعه استعفای وزیر ارتباطات دولت روحانی به طور گسترده ای منتشر شد. جهرمی درباره صحت این خبر به صورت دو پهلو گفت نباید اعلام نظرات کارشناسی را استعفا تفسیر کنیم. در مورد فیلترینگ ما بارها اعلام کرده ایم که فیلترینگ تنها راه حل نیست. خبرگزاری فرانسه درباره کنفرانس افشاگرانه نخست وزیر اسرائیل درباره پنهانکاری اتمی حکومت آخوندی گزارش داد 12 روز قبل از یک واقعه مهم در رابطه با توافق اتمی با رژیم ایران، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه اعلام کرد اسرائیل از شواهد قطعی جدید درباره یک طرح مخفی برخوردار است که رژیم ایران میتواند هر لحظه آن را برای ساخت بمب اتمی فعال کند. آسوشیتد پرس نیز طی گزارشی در این رابطه نوشت روز دوشنبه نتانیاهو گفت اسرائیل حدود 55 هزار صفحه از اسناد و 183 سیدی از اطلاعات مخفی را از برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران که پروژه آماد نام دارد به دست آورده و این اسناد نشان می‌دهد سران رژیم ایران برنامه تسلیحات اتمی خود را قبل از امضای توافق با قدرت‌های جهان در سال 2015 مخفی کردند. آسوشیتد پرس در ادامه این گزارش افزود مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت وجود برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران از سالها پیش برای عموم مشخص بوده، اما این اسناد جزئیات جدیدی را درباره ابعاد و اندازه آن ارائه می‌کند و نشان می‌دهد رژیم ایران وقتی مدعی شد که هرگز در پی تسلیحات اتمی نبوده دروغ گفته است. پومپئو همچنین بیانیه‌ای صادر کرد و گفت رژیم ایران به 6 کشوری که با آنها بر سر توافق اتمی مذاکره کرده دروغ گفته است و این بدان معنی است که این توافق بر پایه حسن نیت و شفافیت بنا نشده بلکه بر پایه دروغ‌های رژیم ایران بنا شده است. کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم ایران یک برنامه تسلیحات اتمی مخفی داشته است که تلاش کرده آن را از جهان و از مردم ایران مخفی نگه دارد، ولی در این رابطه شکست خورده است. رژیم ایران نشان داده است که از تسلیحات نابود کننده علیه همسایگان خود و دیگران استفاده خواهد کرد. این رژیم هرگز نباید تسلیحات اتمی داشته باشد. در همین رابطه رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مشترک خود با رئیس جمهور نیجریه در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت برجام قبل از ضرب الاجل 22 اردیبهشت اظهار داشت من به شما نمیگویم که چه خواهم کرد، ولی بسیاری از افراد فکر میکنند که تصمیم من را میدانند. ما در 12 مه یا قبل از آن تصمیم خواهیم گرفت، ولی این بدین معنی نیست که بر سر یک توافق واقعی مذاکره نکنیم. برجام توافقی بوده که توسط بسیاری تایید نشده و برای آمریکا توافق وحشتناکی بوده است. در واکنش به کنفرانس مطبوعاتی نتانیاهو، ظریف وزیر خارجه رژیم و قاسمی سخنگوی این وزارتخانه افشاگری‌های وی را دروغ خواندند و حاتمی وزیر دفاع رژیم در واکنشی تهدیدآمیز به اسرائیل هشدار داد و گفت دست از دسیسه و رفتارهای خطرناک بردارند، چرا که پاسخ ما غافلگیر کننده و پشیمان کننده خواهد بود. پاسدار رمضان شریف از سرکردگان سپاه پاسداران نیز گفت
هیچ قدرتی توان حمله به نظام ایران را ندارد. وزیر خارجه آمریکا و پادشاه اردن در دیدار خود در روز دوشنبه بر لزوم مقابله با مداخلات منطقه‌ای رژیم آخوندی تاکید کردند. سایت وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد وزیر پومپئو و ملک عبدالله بر ضرورت فوری مقابله با حضور بی‌ثبات کننده و رفتارهای شرورانه رژیم ایران در سوریه و در منطقه توافق کردند. خبرگزاری رویتر گزارش داد جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده و متحدانش قبل از اینکه دیپلمات‌ها صلح را در سوریه محقق کنند خواهان خروج نیروهایشان از این کشور نخواهند بود. رویتر تصریح کرد این یکی از قوی‌ترین علائم تاکنون محسوب می‌شود که نشان می‌دهد خروج کامل آمریکا در آینده‌ای نزدیک بعید است. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری خود در پنتاگون در پاسخ به سوالی درباره استمرار حضور نیروهای آمریکایی در سوریه گفت همکنون نیروهای ما در سوریه تحت اختیار استفاده از نیروی نظامی علیه القاعده می‌جنگند و همه می‌دانیم که القاعده در عراق به داعش تبدیل شد. با این حال تقریبا همه کشورهای منطقه نسبت به اقدامات رژیم ایران نگرانند. وزیر دفاع آمریکا افزود هیچ چیزی از سوی رژیم ایران وجود ندارد که در راستای منافع مردم سوریه باشد. جیمز ماتیس همچنین مداخلات رژیم آخوندی در عراق را در آستانه انتخابات این کشور برخلاف خواستهای مردم عراق توصیف کرد. بینندگان گرامی رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. یک بار دیگه عناوین خبرها از نظرتون میگذره. آرزوی موفقیت و خدا نگهدار.